میشه جریمه انضباط. بلد دارد تا فرصتی واسه نصیحت نی، ما که میریم اما تو میمونی نصیحت نی، ما که داریم میریم فقط تو رو جون مولا، اون بچه رو نیار واسه یه تماشا نظر از الان ذهنش درگیر داشت. درود بر شما، من محمد تاج دولتی هستم و با برنامه دیگر از مجموعه اعدام بس است با شما خواهم بود. پنجشنبه پیش دستگاه قضایی یکی از معترضان به مرگ دلخراش مهسا امینی را اعدام کرد. محسن شکاری که روند دستگیری و دادرسی تا مجازاتش کمی بیشتر از 2 ماه به طول انجامید، قربانی خواسته های رهبر جمهوری اسلامی شد که از قوه قضاییه برخوردی قهرآمیز را طلب کرده بود. ماشین سوار رو تهدید کنه که بایستی یا وایسی یا باید بوق بزنی یا چه کنی و الا ماشین تو چنان میکنی، عامل تهدید، اینا بایستی مجازات بشه. قوه قضایی است با قدرت و همدلله سرپا و زنده و پر انگیزه هم هست، باید مجازات کنن اینها رو. این نخستین بار نیست که دستگاه قضایی بی توجه به خواسته ها و اعتراضات نهادها و دولت های مختلف جهان جان معترضان را می گیرد. پس از اجرای این حکم، نمایندگان دولت های مختلف خواستار توقف اجرای احکام اعدام و آزادی بازداشت شدگان وقایع چند ماه اخیر در اعتراض به قتل مهسا امینی و دیگر جانباختگان شدند. جمهوری اسلامی از آغاز شکلگیری با پیش بردن سیاست النصر بالرعب تلاش کرده هر گونه اعتراضی را سرکوب کند. همینک محمد مقیمی، کارشناس حقوق بشر و حقوقدان از بلفاست در ایرلند شمالی با ماست. آقای مقیمی، به برنامه اعدام بس است خوش آمدید. با درود و سلام بر شما و مخاطبان عزیز. دستگاه قضایی اعدام بازداشت شدگان وقایع اخیر در ایران را آغاز کرد. محسن شکاری اعدام شد و بسیاری دیگر نیز در انتظار اجرای حکمشان به سر می‌برند. این روش قوه قضاییه و جمهوری اسلامی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ ببینید، جمهوری اسلامی از بد و پیدایش با کشتار، زورگویی، آدمکشی و جنایت خوشرانی کرده و جز این روش ها هیچ روشی برای حکمرانی نداشته و نداره و الان هم که غافلگیر شده و راه پس و پیش نداره، بسیار با عجله و شتاب زدگی میخواد دوباره با زور، تهدید و کشتار این مشکل رو حل کنه و من فکر میکنم که میخواد سناریویی که در دهه 60 و قتل‌های سال 67 در پی گرفته بود دوباره اجرا بکنه. اما خب ما میدونیم که دنیای امروز با دهه 60 متفاوته، هم مردم تغییر کردن، هم رسانه ها تغییر کردن، هم جامعه جهانی. بنابراین من معتقدم که مردم باید در مقابل این کشتارها واکنش مناسب نشون بدن که این پیام رو به حکومت ندن که خدای نکرده حکومت فکر کنه که این ترس و این ترسوندن برش کار کرده و تشویق بشه. جامعه جهانی هم که ببینید، حالا دهه 60 و قتل‌های 67 دیگه گذشته، ولی الان چی؟ جامعه جهانی الان باید یک واکنش مناسب نشون بده و با توجه به اینکه ما دادگاهایی رو نداریم که صلاحیت جهانی داشته باشن، به عنوان مثال دیوان بین المللی کیفری در حال حاضر نمیتونه به پرونده جنایاتی که در ایران صورت میگیره رسیدگی بکنه، به این دلیل که ایران اساسنامه رو نپذیرفته و این دیوان صلاحیت نداره. راه دیگه اینه که شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع بده که اونم نمیده، به این علت که دو ابرقدرت صاحب حق وتو روسیه و چین اونجا هر درخواستی رو وتو میکنن. بنابراین خب سازمان های بین المللی هم که
قدرت اجرایی نداره، اونا فقط میتونن مستند بکنن و کمیسیون حقیقت یابم فقط میتونه مستند بکنه، دلیل رو جمع آوری بکنه، تجزیه تحلیل بکنه، راه باز میشه برای محاکمه، ولی خودشون ضمانت قدرت اجرایی ندارن. الان دولت ها هستن در عرصه بین المللی به خصوص کشورهای توسعه یافته و دموکراتیک، الان باید بدون درنگ به نظر من قطع رابطه دیپلماتیک بکنن با ایران به شدیدترین وجه ممکن، به این دلیل که اگر این صورت نگیره جمهوری اسلامی تشویق میشه و ما قطعا اعدامهای بیشتری رو خواهیم داشت. ببینید جمهوری اسلامی یا داره معترضان رو اعم از پیر و جوان و طفل کودک در کف خیابون میکشه، یا اونایی هم که نمیتونه در کف خیابون بکشه داره با صدور احکام اعدام غیر شرعی و غیر قانونی میکشه. خب جامعه جهانی اگه بخواد سکوت کنه یا واکنشش در خور نباشه قطعا جمهوری اسلامی تشویق میشه و ما با اعدامهای بیشتری روبرو خواهیم بود. شما به شرعی نبودن احکام اشاره کردید. در جایی که بسیاری از شعبه های دادگاه های انقلاب زیر نظر روحانیون اداره می شود و یا قضات با روحانیت در ارتباط مستقیم هستند، از منظر شرعی چه نکته ای محل ایراد است؟ و سوال دیگر این که چرا مراجع تقلید نسبت به اجرای چنین احکامی که خلاف شرع محسوب می شود سکوت کردند؟ بله این دو سوال واقعا سوال خوبی است، سوال خوبی هستند. ببینید دو مجازات محاربه و افساد فعل ارض اینا جزء حدود الهی هستند. حدود الهی مجازات هایی هستند که در تعریف اونها گفته میشه که انسان حق دخل و تصرف در اونها رو نداره، یعنی حق نداره که چیزی به اونها اضافه بکنه یا کم بکنه. دقیقا آنچه که در قرآن اومده به عنوان حدود الهی باید اجرا بشه. خب ببینید ما ماده 286 قانون موضوعات اسلامی رو داریم که اتفاقا اومده این حدود الهی افساد فعل ارض رو مورد قانون گذاری قرار داده به عنوان تعذیر. تعذیر مجازاتی است که برخلاف حدود الهی خدا نگفته در مجلس تصویب میشه، قانون گذار تصویب میکنه. خب اولا این اجازه رو نداره، بعد گسترش داده. حالا اولا اینکه نمیتونه به عنوان مجازات تعذیری مورد جرم انگاری قرار بگیره، فقط باید همونو باشه که خدا گفته در قرآن. دومی که نباید گسترش بده. ببینید اومده مثلا در این ماده قانونی گفته که نشر عکاسی به طور گسترده یا موارد دیگر رو فساد اقتصادی به طور گسترده، یه به طور گسترده بهش اضافه کرده و اینجا دست قاضی و حکومت رو باز گذاشته که اعدام بکنن، در صورتی که در خود اسلام هم مجازات اعدام مجازاتی بسیار استثنایی است. ما یه قصاص داریم که اون قصاص خدا هم تشویق کرد اولیای دم رو به گذشت. یه دونه حدود یه چندین حدود داریم که این حدود هم شرطیش اثباتشون بسیار سخته و کلا بسیار موارد استثنایی هستن. بنابراین اینکه یه نفر بره تو خیابون اعتراض بکنه و حتی خرابکاری شرافتمندانه انجام بده، اینا مصداق محاربه و افساد فعل ارض نیست. اینها غیر شرعی است و غیر قانونی است و فقط جمهوری اسلامی که معتقده که حفظ نظام اوجب واجبات هست میخواد مردم رو بترسونه و در این راه، در راه اینکه یک روز بیشتر اوکراینی کنن، از هیچ جنایتی فروگذار نمی کنه و دین و شرع و تمام اصولی که ادعا می کنه بهشون پایبند هست فقط ابزاری است برای اینکه دقیقه ای و ثانیه ای بیشتر حکومت کنه. اما در خصوص اینکه چرا به اصطلاح علما و مراجع تقلید شیعه سکوت کردن، ببینید در هر صورت یه زمانی این علما و به اصطلاح مراجع در ایران یک مقبولیتی داشتن، یه پایگاه اجتماعی داشتن که مردم به حرفشون گوش میدادن، ولی الان ما میبینیم که اینها یک سکوت ننگینی کردن که خب این نشون میده که هم میترسند هم منافعشون ایجاب میکنه، هم اینکه از نظر فکری و اعتقادی در واقع به جمهوری اسلامی میشه گفت نزدیک هستن
و یا اینکه نمیخوان از هم سنفای خودشون انتقاد کنن. و این یک ننگ بزرگیه که در تاریخ اسلام، ببخشید تاریخ ایران، موندگار خواهد شد. آیندگان اینو در نظر میگیرن و شاید باید این پیش بیاد که بساط اینها که کارم نمیکنن و با پول مردم دارن بدون اینکه کار کنن ارتزاق میکنن، بساطشون یک بار همیشه جمع بشه. من باید همینجا عرض بکنم که اگر ذره ای شرافت دارن، به نظر من با تأسی و الگو گرفتن از مرحوم آیت الله منتظری سکوت رو بشکنن و حداقل اگه واقعا ذره ای اعتقاد دارن به اون چیزی که خودشون میگن، یه واکنش درست نشون بدن. اگر شرایط امروز را با دوره‌های مختلف جمهوری اسلامی، مثلا سال 57 که شاهد محاکمه‌های بدون حضور وکیل مدافع بودیم، تا دهه 60 که گاه جلسات 2 تا 3 دقیقه‌ای قضات سرنوشت زندانیان سیاسی را تعیین می‌کرد، مقایسه کنیم، با آگاهی نسبی جهانیان نسبت به آنچه در ایران می‌گذرد مواجه هستیم که می‌دانند در کشورمان چه می‌گذرد. به نظر شما جامعه حقوق بشری و حقوقدانان ایرانی ساکن خارج از مرزهای ایران چگونه می توانند برای آگاهی بیشتر جهان و فشار روی جمهوری اسلامی و کشورهایی که با رژیم تهران معامله تجاری و سیاسی می کنند کار مؤثرتری انجام دهند؟ ببینید، اول اینکه تفاوت الان با گذشته به طور خاص دهه 60 این هستش، یک انقلابی در رسانه ها ایجاد شده. در واقع امروز ما با شهروند دیجیتال مواجه هستیم و هر شخصی به تنهایی یک رسانه است. بسته به علاقه و هدفی که داره، واقعا هر شخصی خودش یک رسانه است، میتونه تولید محتوا کنه، میتونه اطلاع رسانی بکنه، میتونه اخبار و اطلاعات رو در کسی از ثانیه به همه جهان مخابره بکنه. ببینید، این مهمترین چیزی که ما الان داریم، به این دلیل که رکن چهارم دموکراسی، یعنی در واقع در کنار 3 رکن قوه قضاییه، مجریه و مقننه، رکن چهارم دموکراسی رسانه است، رسانه آزاده. خب ما اینو نداشتیم، ولی الان به مدد اینترنت، شبکه‌های مجازی و ماهواره‌ها، تلویزیون‌های ماهواری، من میتونم بگم که این خلأ پر شده و جمهوری اسلامی هم با تمام توانش به کار گرفته نتونسته این رو از بین ببره و ما از دموکراسی اینو داریم. اگر اینم نداشتیم ما به این نقطه نمی‌رسیدیم، یعنی مردم به نظر من نمیتونستن این خیزش رو شکل بدن. خب ما میدونیم که در واقع رنسانس هم به واسطه صنعت چاپ ایجاد شد. حالا این اینترنت صد چندان قوی‌تر از صنعت چاپ هست و این ما رو قدرتمند کرده. حالا فعالان، اعم از وکلا و بقیه فعالها یا روزنامه‌نگارها و فعالهای رسانه‌ای یا فعالای مدنی و سیاسی، قطعا میتونن در این بستر رسالت خودشون انجام بدن، اطلاع رسانی بکنن و خب باید فشار بیارن از طریق افکار عمومی به دولت‌های جامعه بین‌المللی که این دولت‌ها در کنار مردمشون قرار بگیرن، در کنار افکار عمومیشون قرار بگیرن و به جمهوری اسلامی فشار بیارن که جمهوری اسلامی دست از کشتار مردم بیگناه برداره. در روزهای اخیر بارها اسم لابی جمهوری اسلامی را شنیده ایم که نقشی در سفیدشویی جنایت‌های این حکومت داشته و دولت‌های غربی را تشویق به نادیده گرفتن جنایت‌ها و همکاری با حاکمان تهران در عرصه‌های مختلف کردند. از نگاه شما جامعه حقوق بشری در مقابل این لابی‌ها چه باید بکنند؟ ببینید، متاسفانه یکی از ضعف‌های جامعه غرب همین هستش که جمهوری اسلامی سوء استفاده کرده از اون بستر
آزادی که در این کشورها وجود داره و حاکمیت قانون و اشخاصی رو در کسوت‌های گوناگون هم از دانشجویی که با بورسیه‌ای که پول مردم هست و بسیار کلان هست میفرسته در کشور غربی، اینا در قالب دانشجو میرن کار جاسوسی میکنن برای جمهور اسلامی یا منافع جمهور اسلامی رو اونجا میخوان پیگیری بکنن و لابی ایجاد بکنن برای جمهور اسلامی. این ضعفی که غرب وجود در غرب وجود داره، یعنی باید غرب هم یه فکری به این حال بکنه، به این مسئله بکنه. ببینید اینکه این اشخاص هم خائن به مردم ایرانن، دارن از پول مردم ایران سوء استفاده میکنن، هم اینکه من فکر میکنم در نهایت منافع کشورهای پذیرنده هم، کشورهای غربی که درشون هم حضور دارن، به اون منافع هم مضر هستن، ضرر میزنن. اینو به نظر من جامعه غرب، کشورهای غربی باید یه فکری به حالش بکنن. ولی ما میبینیم که الان به نقطه‌ای رسیدیم که اینا هم در انزوا قرار گرفتن و دیگه اون قدرت سابق رو ندارن، به دلیل اینکه دستشون رو شده، مردم متوجه شدن، اینا شناسایی شدن. و یه دلیل دیگه این هستش که جمهور اسلامی که هیچ خط قرمزی برای ارتکاب جنایت و گفتن دروغ نداره و در واقع یک حکومت بی آبرو و آدمکش هست، شرایط رو ایجاد کرده که دیگه اینا هم نمیتونن براش کاری بکنن، اینا هم دیگه نمیتونن در جهت منافع حرکت بکنن. یعنی من فکر میکنم به این نقطه رسیده. ولی قطعا هم ایرانیای خارج از کشور باید جلوی اینا ایستادگی بکنن، هم دولت های غربی هم باید یه فکری بکنن که ازشون سوء استفاده نشه. چند هفته پیش شاهد تصویب تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب در اجلاس ویژه سازمان ملل در ژنو در مورد اعمال جمهوری اسلامی در وقایع اخیر بودیم. بر اساس این مصوبه اعمال ناقض حقوق بشر مستندسازی خواهد شد. با توجه به اینکه احتمال فرار بسیاری از جنایتکاران بعد از سقوط احتمالی جمهوری اسلامی وجود خواهد داشت، چه راهکاری برای پیگیری حقوق کسانی که چه در کف خیابان و چه در زندانها قربانی شده اند وجود خواهد داشت؟ ببینید جامعه بین المللی باید فشار بیاره به حکومت هایی که مثل ونزوئلا، روسیه، شاید بشه گفت کره شمالی، سوریه، حکومت هایی که ممکنه به مقامات جمهوری اسلامی پناهندگی بدن و همچنین مردم باید اینو جوری، یعنی بیشتر من میتونم بگم فعالای سیاسی ما از همین الان به شکلی این پیام رو بدن به این کشورها که اگر شما بخواین امتیازی به این افراد بدید، خب در مناسباتمون در آینده ایران، ما در مناسبات دیپلماتیک و سیاسی اینا رو در نظر میگیریم. از طرفی هم ببینید، خب دادن پناهندگی سیاسی یک حق بشری است، ما نمیتونیم بگیم که این داده نشه. ولی از اون برم کسایی که جنایت کردن، استثناش همینه، کسی که مرتکب جنایت شده نباید از این حق برخوردار باشه. خب این رو باید این کشورها در نظر داشته باشن که افرادی که دستشون به خون آلوده هست به کشورشون راه ندن، و یعنی مناسبات ایران آینده، حکومت آزاد آینده ایران با این کشورها قطعا تحت تاثیر قرار میگیره. و از طرفی به خصوص اگر قرار باشه اموال مردم ایران رو منتقل بکنن، دنیا باید یه سازوکاری ایجاد بکنه که این اموال اگر به این کشورها رفت، این کشورها با تحریم به نظر من روبرو بشن، که چون این دیگه این اموال مردمه، بحث پناهندگی نیست، بحث اموال مردم، ثروت مردم ایرانی که باید بهشون بازگردونده بشه. در حال حاضر در چند کشور جهان قانون مگنیتسکی در مورد جنایتکاران و ناقضان حقوق بشر اجرا می شود و به زودی اجرای این قانون در کشورهای دیگری به تصویب خواهد رسید.
به نظر شما آیا وقت جدی گرفتن این قانون از سوی کشورهای مختلف جهان در مورد ناقضان حقوق بشر در ایران فرا رسیده تا مانع سرمایه‌گذاری این جنایتکاران در اروپا و آمریکا و دیگر مناطق شد؟ بله، ببینید این الگو در کشورهای دموکراتیک و آزاد قابل اجراست به نظر من، و به نظر من باید این الگو در پیش گرفته بشه که این جنایتکاران سوء استفاده نکنن، چه از نظر گرفتن حق پناهندگی اونایی که در جنایات سهم داشتن، هم اموال مردم، ثروت عمومی مردم. ولی من فکر میکنم این در مورد کشورهایی که مثل خود جمهوری اسلامی دموکراتیک نیستن، مثل ونزوئلا و روسیه و سوریه و کره شمالی و چین و اینها، این زیاد جواب نده، چون خب اونها در واقع شبیه خود جمهوری اسلامی هستن و زیاد به قواعد بین المللی و یا اصول حقوق بشر پایبند نیستن. ولی قطعا در پیش گرفتن این مسئله به اون کشورها هم به نظر من تا حدود زیادی فشار خواهد. و نهایتا اگر شاهد شکل‌گیری حکومتی جدید در ایران باشیم، از منظر قانونی و حقوقی چه باید کرد که تجربه جمهوری اسلامی در مجازات‌های انتقامی و اعدام‌های اول انقلاب تکرار نشود و به سمتی حرکت کنیم که دموکراسی بختی برای نتیجه رسیدن داشته باشد؟ بله، این سوال سوال خوبی است، چون فردای اون روزی که جمهوری اسلامی بره، تازه من فکر می‌کنم ما ابتدای راه هستیم و دموکراسی مسئله بسیار جدی است که ما باید یاد بگیریم و نه تنها به قانون، به یک سری واقعیات نیاز داره. ببینید دموکراسی فقط به صرف قانون خوب ایجاد نمیشه. ما همین الان هم در کشورمون قوانین خوب زیاد داریم، یعنی همین قانون اساسی جمهوری اسلامی موارد خوبش بسیار بیشتر از موارد بدیش است. شاید بشه گفت بیش از 80% مثبته. حتی اگر 1% هم منفی باشه، این میتونه کار رو خراب بکنه. ضمن اینکه حتی اگر یه قانون اساسی کاملا قوی هم داشته باشیم، این به تنهایی نمیتونه دموکراسی رو ایجاد کنه. دموکراسی نیاز به این داره که چندگانگی سیاسی وجود داشته باشه. جامعه ما معمولا کشورهای شرقی مستعد این هستن که قدرت در یک فرد یا یک جریان متمرکز شه، برخلاف غرب که همیشه چندگانگی قدرت وجود داشته، قدرت در یک جا متمرکز نبوده. ما در شرق با این مواجه هستیم که قدرت در یک شخص یا یک جریان متمرکزه. ما اول باید بتونیم چندگانگی سیاسی و قدرت رو ایجاد بکنیم، که خب این خودش مستلزم یه بحث جداگانه است، و بعد اصولی رو باید در قانون اساسیمون ما بگنجونیم. یکی اینکه باید اصل سکولاریسم در قانون اساسی ما پیش بینی بشه، یکی اینکه حقوق بشر با توجه به آخرین مواردی که ما در حقوق بشر در جهان باش روبرو هستیم حتما تو به روز بشه در قانون اساسیمون، و یکی اینکه ما باید آموزش هم ببینیم و واقعا دنبال انتقام هم نباشیم، منهای اشخاصی که مستقیما در جنایت در حق مردم ایران مشارکت داشتن، ما باید با مدارا و رواداری برخورد کنیم با اشخاصی که در نظام جمهوری اسلامی بودن، یعنی کسایی که واقعا دستشون به خون آلوده نیست، جنایت نکردن، و ما باید با مدارا باشون برخورد بکنیم. و اونایی هم که جنایت کردن، ما به نظر من باید در محاکمهشون اصول دادرسی عادلانه رو رعایت بکنیم. اولا من معتقدم که مجازات اعدام نباید باشه در خصوصشون. دومی که در رسیدگی هم باید اصول دادرسی عادلانه رعایت بشه، به علت این که خشونت میاره، و ما اگه بخوایم به سمت دموکراسی بریم باید تغییر رو از خودمون شروع بکنیم. دموکراسی لازمش رواداری و مداراست، صبور بودن، اینه که بتونیم همدیگر رو تحمل بکنیم،
مخالف رو نه تنها تحمل کنیم، بلکه با مخالفمون کار بکنیم، همکاری بکنیم، همزیستی داشته باشیم. ما این رو باید یاد بگیریم. ولی اگه قرار باشه دنبال انتقام بگیریم باشیم، افراطی باشیم و خشونت رو ادامه بدیم، قطعاً ما به دموکراسی نخواهیم رسید و باز هم این به تعویق میفته. خیلی ممنون از حضورتان در این برنامه. خواهش میکنم. من از شما ممنونم. و با سپاس از شما برای پیگیری این برنامه و با آرزوی حاکمیت قانونی مترقی و رعایت حقوق همه انسان‌ها به ویژه در ایران، تا درودی دیگر، بدرود. خاکیامون خاکیه، آسفالت خوب خوبه اما واسه مردن که کسی مثل منو جلو رو دار بزن، یه مش مریضم واسنو تخمه بشکن که فیلم میگیری وقتی یکی تو میکنه دست مریضا یه منام